در بحث قبلی داشتیم در مورد لایه نتورک و به صورت خاص در مورد آدرس دهی آی پی صحبت میکردیم. توی آدرس دهی آی پی یکی از مباحث مهم سابنت ماسک که چگونگی محاسبه اون بسته به تعداد نودای یک شبکه رو توی بحث قبلی بهش پرداختیم. الان من فرضم بر اینه که شما تسلط کافی روی محاسبه سابنت ماسک دارید. با این فرض میخوایم بیایم و یک نتورک رو آدرس دهی کنیم. از اینجا شروع میکنیم که فرض کنیم به شما میگن که 50 تا هاست توی شبکه وجود داره و شما بیاید این شبکه رو آدرس دهی کنید. خب اولین چیزی که به دست میاریم، خب به تب میگیم برای 50 تا آدرس 6 تا بیت 50 تا آدرس 6 تا بیت لازم داریم که میشه 2^6 = 64 تا و /26 تا برای نتورک میمونه، یعنی سابنت ماسک میشه /26 یا 255 255 255 192. با فرض این که اینو میدونیم، پس من حالا بایستی بیام و این شبکه رو آدرس دهی کنم. میدونم که از این شبکه 3 تا بایت اول همش مال نتورکه، 2 تا بیت بعدی هم مال نتورکه، بقیهش مال هاسته. حالا من مثلا با وای نشون میدم مال هاست. خب پس 6 تا بیت شده مال هاست که میتونم 64 آدرس تخصیص بدم و 26 بیت هم شده مال نتورک که بین همه این نودای یک شبکه باید مقدار یکسانی داشته باشن. این که چه مقداری داشته باشن مهم نیست، مهم اینه که همه یک مقدار یکسانی داشته باشن. البته جلوتر راهنمایی خواهم کرد که این مقداری که برای بخش نتورک در نظر میگیرید به چه گونه انتخاب بشه، به چه صورت انتخاب بشه. ولی الان فرض میکنید برای بخش نتورک شما هر چی که دلتون بخواد میتونید بذارید. مثلا من میذارم 10 قسمت اول، 10 قسمت دوم، 10 قسمت سوم و این دوتا ایکس بعدی رو هم مثلا میذارم 0 0. بقیه قسمت ها قسمت های هاست ما هست، یعنی 6 بیت بعدی که میتونه کمترین مقدار رو همش 0 باشه یا بیشترین مقدار همش 1 باشه، یعنی 6 تا بیت آخر که اگر معادل دسیمالش رو حساب کنیم میشه 10 10 10 0 ها 10 10 10 63. یعنی من تونستم محدوده آدرس این شبکه رو از 10 10 10 0 تا 10 10 10 66 با سابنت ماسک 0/26 محاسبه کنم. این آدرسیه که من برای این محدوده شبکه در نظر گرفتم. یه مثال دیگه بزنم. فرض کنید دفعه به شما میگن که توی شبکه ما 30 تا هاست داریم. خب سابنت ماسکی برای این شبکه در نظر گرفته میشه /27 یا 255 255 255 224. دلیلش هم واضحه، برای 30 تا هاست ما 5 تا بیت لازم داریم تا 32 تا آدرس بتونیم داشته باشیم 2^5 و 27 بیت ما باقی میشن نتورک که همون 255 255 255 224 خواهد. یعنی من میخوام این شبکه رو آدرس دهی کنم، این شکلی آدرس دهی میکنم. این قسمت اول کاملا نتورک، قسمت دوم کاملا نتورک، قسمت سوم کاملا نتورک، میشه 64 تا، 3 بیت بعدی هم نتورک، بقیه‌اش هاسته. بقیه‌اش بیت هاست ما رو تشکیل میدن. خب همونجوری که قبلا گفتم برای بخش نتورک هر چی که دلتون بخواد میتونید در نظر بگیرید. من ازم میگم 172.16.1 دو این دو بیت هم در نظر میگیرم، دو تا صفر، حال سه تا صفر باشه، سه تا صفر، سه تا بیت ابتدایی قرار شد مال نتورک باشه. بقیهش رو به عنوان هاست در نظر میگیرم که از صفر میتونه باشه تا 172.16.1 با سه تا اول که نتورکه تا همش یک، که اگر من معادل دسیمالش حساب کنم میشه 172.16.1.0 تا 172.16.1.31، رنجی که به این شبکه تخصیص داده میشه.
یه مثال دیگه هم باز بزنم. این دفعه به شما میگن که ما 100 تا هاست داریم میخوایم آدرس دی کنیم. خب سابنت ماسکش در میاد استش 25 یا 255 255 255 128، یعنی این بخش نتورکش 324 تا با یه تکبیت 25 تا، بقیهش میشه بخش هاستش که 3 تا اینجا میشه 4 تا اینجا. خب میخوام آدرس دی کنم این شبکه رو. خب قسمت نتورک رو در نظر میگیرم 192 168 1 هرچی که دلم بخواد، این تکبیت هم در نظر میگیرم 0. قسمت هاست همه رو 0 در نظر میگیرم تا همه رو 1. 192 168 1 قسمت هاست همش 1، که اگر مقدار دسیمالش رو محاسبه کنم میشه 192 168 1 0 تا 192 168 1 127. حالا تو همین مثال دقت بکنید که سابنت ماسکمون استش 25 و من 100 تا هاست دارم. اون شخصی که میخواد آدرس دی کنه، ادمینی که میخواد شبکه رو آدرس دی کنه، ممکنه بگه من بخش نتورک رو اینجوری در نظر میگیرم، یعنی 161 میذارم، این یه بیت رو دارم نمیخواد صفر بذارم که مال نتورکه، دارم میخواد یک بذارم. اگه یک بذاره باز باید بین تمام نودای اون نتورک یکسان باشه، بقیهش از کمترین شروع میشه همش صفر قسمت هاست تا 192.168.1 تا همش یک قسمت هاست، که اگه این من معادل دسیمالش رو حساب کنم میشه 128 تا 192.168.1255. یعنی یه ادمین ممکنه بیاد بگه برای اینکه من شبکه‌ای با 100 تا هاست رو آدرس دهی کنم، رنج از 10 تا 127 رو در نظر میگیرم. یه ادمین شبکه ممکنه بیاد بگه من رنج 128 تا 255 رو در نظر میگیرم. اینو خوب سعی کنید تو ذهنتون ساختار بدید بهش. بیایم حالا اینجا، اونجایی که اصلا 64 تایی بود اینجا، این هم همین کار رو انجام بدیم باش. 64 تایی خب سابنت ماسک شد استش 26، 26 بیت اولش نتورک شد، مقدار 10 10 10 دو صفر رو برای قسمت نتورک در نظر گرفت. حالا ممکنه یه ادمینی بیاد بگه من مقدار 10 10 10 صفر 1 رو در نظر میگیرم، وقت رنج آدرس من خواهد شد از 0 0 0 0 0 تا 1111111، که مقدار دسیمالش خواهد شد 10 10 10 64 تا 10 10 10 127. یه ادمین دیگه ممکنه بگه که من قسمت نتورک رو دارم میخواد 10 در نظر بگیرم قسمت نتورک رو، و رنج آدرس من میشه 0 0 0 0 0 0 تا 10 10 10 اینجا هم که 10 در نظر گرفت 11111، اون وقت رنج آدرس من میشه دسیمالش 10 10 10 از 128 تا 10 10 10 191. نکته که با توجه بکنید تا اینجای کار، همیشه شروع آدرس زوجه، همیشه انتهای آدرس فرده. این میتونه به شما کمک بکنه که این مقدار دقت بیشتری تو انتخاب اولین و آخرین آدرس هر شبکه داشته باشه. یه ادمین دیگه ممکنه بیاد بگه که من میام سه تا قسمت نتورک رو 10 10 10 1 1 انتخاب میکنم، وقت شروع آدرس خواهد شد این و پایان آدرس هم خواهد شد همش 1، که اون وقت رنج شبکه من رنج شبکه من 10 10 10 192 تا 10 10 10 255. خب من میخوام توجه شما، همه هم خب سابنت ماسکشون اسلش 26، همه هم سابنت ماسکشون اسلش 26 و از این حیث با هم تفاوت نمیکنه. من میخوام توجه شما رو به این نکته جلب کنم که
شما برای آدرس دهی اصلا لزومی نداره دست به قلم و کاغذ بشید. مثلا به شما میگن که شبکه شما 50 تاییه هاستش. خب سابنت ماسک رو اول باید حساب کنید که میشه اسش 26. بعد اینجا آدرس رو میخواید پیدا کنید. خب برای شبکه با 50 تا نود، خب با 64 تایی در نظر گرفت. دو به توان 6 64 تایی در نظر گرفت. خب من رنج شبکه رو با 64 تایی در نظر بگم، پس میشه 0 تا 63 یا 64 تا 127 یا 128 تا 191 یا 192 تا 255. این اصلا نیاز به محاسبه ای نداره. قسمت اولش هم که قرار شد هر چی که دلتون بخواد فعلا در نظر بگیرید. یا مثلا اینجا به شما میگن شبکه 30 تاییه. خب خیلی واضحه، یا میشه 170 16 1 0 تا 170 16 1 31 یا میشه 172 16 1 32 تا 172 16 1 63 یا میشه 172 16 1 64 تا 172 16 1 95 یا میشه 172 16 1 96 تا 172 16 1 127 الی آخر. یعنی واقعا نیاز به محاسبات خاصی نداره. یا اینجا که گفته بود 100 تا هاست خیلی واضحه دیگه، یا میشه 196 1 یعنی 128 تایی در نظر باید بگم، یا 1 0 تا 127 میشه، یا 1 128 تا 128 تا 255 میشه، یعنی دو تا 128 دهی. پس واقعا ما برای اینکه بتونیم آدرس دهی انجام بدیم، شاید قسمت مثلا سخت کارمون همون محاسبه سابنت ماسکش باشه و اینکه پیدا کردن رنج آدرس واقعا کار مشکلی نیست. یه نکته دیگه که من میخوام توجه شما رو بهش جلب کنم اینکه اگه به شما بگن شبکه سی تا هاست داره اون رو آدرس دهی کنید، شما ببخشید مثلا 50 تا هاست داره، این همون 30 تا خوبه، 30 تا هاست داره میخواین آدرس دهی کنید، خب به تبع شما در نظر میگیرید 10 10 10 0 تا 10 10 10 31 10 10 10 32 تا 10 10 10 10 10 63 الی آخر. مبادا یه نفر در نظر بگیره 10 10 10 مثلا 15 و تا 10 10 10 مثلا 47 16 تا 47، چون شروع همشه زوجه پایان فرده. یعنی اینجوری اگر محاسبه کنید، یعنی از وسط رنج در نظر بگیرید، دچار مشکل خواهید شد. اگر بیاید این رنج رو در نظر بگیرید کاملا با اشتباه مواجه خواهید شد. دلیلش اینه که شما باید تمام نودایی که توی شبکه هستن بخش نتورکشون یکی باشه. از اونجایی که شبکه ما 30 تا هاست داره و سابنت ماسکش استش 27ه، پس 27 بیت اولش در 16 رو بخوای بنویسی اینجوری میشه 0001 0000. 47 رو بخوای بنویسی این شکلی میشه 10 10 10. 47 میشه 0 0 1 0 1 1 1 1. فکر میکنم میشه 32، این هم میشه 15، 32 15 میشه 47. کن صاحب ماسک شما سرش 27، یعنی 27 بیت اولشون باید یکسان باشه. نگاه کن این دوتا یکسان نیست. دارم تأکید میکنم که شما حتما تو آدرس دهی شبکه از صفر اون مقادیرتون رو انتخاب بکنید برای اینکه دوچار اشکال نشید، یعنی از ابتدای رنج شروع بکنید تا دوچار مشکل نشید. پس اگه به من بگن 64 تا آدرس دهی کن، میگم 0 تا 63 64 تا 127 128 تا 191 192 تا 255، یکی از این 4 تا رنج رو در نظر میگم. قسمت نتورکش هم که هرچی دلم بخواد میذارم. اگر به من بگن مثلا 100 تا آدرس دهی کن، میگم 0 تا 127 128 تا 255، به همین سادگی آدرس دهی رو انجام میدم. یه در حقیقت مثال مشکل تر هم بگم، اگر به شما بگن 500 تا
هاست داریم آدرس طی کنید. خب ساتنت ماسکش میشه اسلش 23، یعنی 9 بیت برای آدرس طی لازم دارید. من نمیخوام برم سراغ محاسبه، برای همین میگم خب 500 تایی ما رنج 500 تایی که نداریم، رنجمون 256 تاییه، پس من با دو تا رنج 256 تایی انتخاب بکنم که بشه 512. حالا این دو تا رنجی که انتخاب میکنم مثلا رنج کلا 0 و 1، رنج 2 و 3، نمیتونم بگم رنج 1 و 2، وسط نمیتونم شروع کنم، یعنی مثلا 10 10 0 0 تا 10 10 1 25، 10 10 2 0 تا 10 10 3 255، 10 10 4 0 تا 10 10 4 5 255 و الاخر که سابنت ماست که همشون هم خب به طب همین استش 23 است الی آخر. و این غلطه اگر من انتخاب کنم 10 10 1 0 تا 10 10 2 255 به همون دلیلی که قبلتر گفتم. خب پس این شیوه آدرس دهی شبکه که یاد گرفتیم خیلی ساده بسته به تعداد نودا بتونیم آدرس دهیم رو انتخاب بکنیم. نکته بعدی که میخوام در موردش صحبت بکنم اینه که توی تمام محاسباتی که انجام دادیم اولین آدرس و آخرین آدرس قابل اساین کردن به نودا نیستن و جز آدرس های رزرو شده محسوب میشن. مثلا باز برگردیم بالا، خب اینجا که من 50 تا هاست در نظر گرفته بودم و 26 تایی گفته بودم که از 0 تا 63، از 64 تا 127 دقت کنید، خود 0 و خود 63 آدرس های رزرو شدن و قابل استفاده نیستن، 64 و 127 آدرس های رزرو شده هستن قابل استفاده. دقت کنید 64 و 127 آدرس های رزرو شده نیستن ها، با توجه به سابنت ماست، چون سابنت ماست شما استش 26ه، اولی آدرس شما 0 تا 63، 0 و آخری 63 یا اولی 64 و آخری 127، یعنی با توجه به سابنت ماسک اولین آدرس و آخرین آدرس هر شبکه مشخص میشه و اون آدرس ها آدرس های رزرو شدن و قابل اسائن کردن به سیستم نیستن. اما ممکن این سوال براتون مطرح بشه که چرا رزرو کردن، برای چی رزرو کردن. خب اولین آدرس و فرست آدرس و عنوانش رو میگن نتورک آدرس، آخرین آدرس رو بهش میگن برودکست آدرس. آخرین آدرس واضحه چیه، اسمش داره میگه این چیه، برودکست آدرسه. یعنی چی؟ یعنی میگه اگه شما میخوای یه نودی رو، یه ترافیک رو به همه این نودا بدی، دستینشن آدرس رو چند میذاری؟ مثلا شما یه سورسی هستی که سورس آی پی آی پیش هست مثلا 10 10 10 10، بعد میخوای تو این شبکه که سابنت ماسکت هم از استش 26، وقتی میگم استش 26 یعنی از 0 تا 63 که شما هم تو این شبکه تو این رنجید، خب میخواید یه ترافیک رو به همه بدی، آدرس دستینشن چی میذاری؟ میگم کافی بذارم آخرین رنج این شبکه که هست چند؟ 10 10 10 63. اما اگر من آی پی خودم بود، اگر آدرس سورس آی پی بود 10 10 10 90 استش 26، میگم خب چون 90 هم اسش 26 64 تا، یعنی یا 63 یا 64 تا 127، خب من تو این رنج قرار دارم، 64 تا 127 قرار دارم، پس اولین آدرس هم 64 آخری 127، پس اگر میخوام به ترافیک رو برودکست کنم به همه کافی بفرستم به 10 10 10 127. پس آخرین آدرس هر شبکه آدرس هایی هستن که رزرو شده هستن، بر رزرو شده هستن و قابل اسائن کردن روی سیستم ها نیست. اولین آدرس، آدرس رزرو شده به عنوان نتورک آدرس و آخری به عنوان برودکست آدرس. اما نتورک آدرس چیه؟ نتورک آدرس آیدنتیفایر شبکه است، شناسه شبکه است. یعنی اینکه وقتی میخوام بگن آدرس شبکه چنده، اولین آدرسش رو میگن.
مثلا تو اینجا میخوام بگن شبکه چنده، آدرس شبکه چنده میگن 10.10.10.0.26، اینجا میگن 10.10.10.64.26، اینجا میگن 10.10.10.128.26. یعنی نتورک آدرس آیدنتیفایر شبکه است، میخوان رنج شبکه رو مشخص کنن، اولین آدرس اون شبکه رو مد نظر قرار میدن. درست شد؟ یا مثلا اینجا توی آخرین مثال، مثال سختی که زده بودیم، اینجا بسته به اینکه تو کدوم رنج قرار دارید، اولین آدرس و آخرین آدرس رو مشخص میشه. مثلا 10.10.0.0 اولین آدرس مونه، 10.10.10.55 آخرین آدرس مونه. این موقع اشتباه نکنید 10.10.0.10.55 آخرین آدرس مون نیست توی SH23، یا 10.10.1.0 اولین آدرس مون نیست توی SH23. پس هر صفری اولین آدرس نیست، هر 255 آخرین آدرس نیست. کاملا به سابنت ماسک وابسته است. از روی سابنت ماسک رنج شبکتون رو پیدا میکنید و اولین آدرس و آخرین آدرس رو به عنوان آدرس های رزرو شده در نظر خواهید گرفت. خب پس این از آدرس های رزرو، از آدرس های رزرو شده. یه بحث دیگه ای که باز دوست دارم بهش بپردازم توی این ویدیو، این که ما چه آدرسی برای بخش نتورک در نظر بگیریم. اگر دقت کنیم، من تو مثالام 10 در نظر گرفتم، 10 در نظر گرفتم، 1 در نظر گرفتم، 1 در نظر گرفتم، اینجا دوباره 10 در نظر گرفتم. بعد چه اساسی بایستی این آدرس ها رو انتخاب بکنیم؟ یه مفهومی داریم به اسم private and public address. دقت بکنید، آدرس های پرایوت آدرس هایی هستن که تو اینترنت دیده نمیشن. یعنی اگه ترافیکی رو بفرسته به مقصد، آدرس های پرایوت تو اینترنت اصلا مسیر براش وجود نداره و دراپ میشه. آدرس های پرایوت همونجوری که از اسمش مشخصه، آدرس هایی هستن که هر سازمانی میتونه ازش استفاده کنه و چون تو اینترنت مسیریابی نمیشه، هر سازمانی بدون اینکه دغدغه اینو داشته باشه که این آدرس ممکنه یونیک نباشه، میتونه ازش استفاده کنه. پس آدرس پرایوت آدرس خصوصی، آدرس اختصاصیه، آدرس سازمانتونه. فقط کافی توی سازمانتون یونیک باشه. نگران این نباش که این آدرس مثلا یه سازمان دیگه هم داره ازش استفاده میکنه، اصلا مهم نیست. در مقابل آدرس های پابلیک، آدرس های اینترنتی هست، آدرس هایی که باید یونیک باشن. یه آدرس تو اینترنت فقط یه جا میتونه باشه. خب برای همین آدرس های پابلیک اصلا دست شما نیست، آی اس پی به شما میده، یعنی رنج شبکه رو شما به دلخواه نمیتونید انتخاب. آی اس پی شما میگه رنج شبکه شما اینه. اگر مثلا 32 تا آدرس بخوای، 64 تا آدرس بخوای، بلاک اس اچ 24 بخوای، بلاک اس اچ 25 بخوای، بلاک اس اچ 26 بخوای، بلاک اس اچ 20 بخوای، 22 بخوای، بهت میده. آی اس پی بهت میده. ولی آدرس پرایوت آدرس هایی که خودت انتخاب میکنی، خصوصی، هر چی که دلت بخواد. رنجایی که برای آدرس های پرایوت وجود داره، یکی رنج 10، یکی رنج 172.16 تا 172.31، یکی هم رنج 192.168. یعنی هر چیزی که با 10 شروع میشه، هر چیزی که از 172.16 تا 172.31 شروع میشه، یعنی 172.17 هم هست، 172.18 هم هست، 172.30 هم هست، 172.31 هم هست، و هر چیزی که با 192.168 شروع میشه، اینا آدرس های پرایوت هستن، آدرس هایی که شما میتونید به راحتی تو سازمان خودت ازش استفاده کنید بدون اینکه دغدغه تموم شدن داشته باشی، بدون اینکه دغدغه اینو داشته باشی که محدودیت توی استفاده از اون داری. یعنی اگر من شبکم مثلا 60 نود میخواد، لزوم نداره 64 تا انتخاب کنم، میتونم 55 تا انتخاب، چون رنج پرایوت مال خودمه، محدودیتی ندارم، به راحتی میتونم ازش
استفاده کنم. و بنابراین ما وقتی میخوایم شبکمون رو آدرس دهی کنیم، معمولا رنج شبکمون رو از یکی از این سه رنج انتخاب میکنیم. معمولا روال اینه که شبکه های خیلی بزرگ مثل شبکه های مخابراتی میرن سراغ رنج 10، شبکه های متوسط معمولا میرن سراغ رنج 716 تا 731، و شبکه های کوچیک میرن سراغ رنج 168. این رواله، ولی اصلا مهم نیست. شما تو شبکه کوچیک باشه رنج 10 رو انتخاب کنید، هیچ اهمیتی نداره. به راحتی میتونی از محدوده مورد نظر خودت برای آدرس دهی شبکت استفاده کنی. من همچنان بحث آدرس دهی رو میخوام ادامه بدم، توی یه ویدیوی دیگه در مورد این مسئله صحبت میکنیم که چجوری یک سازمان رو با تعداد زیادی شبکه آدرس دهی